بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم بخش تنظیمات فولدر رو بخونیم. ما قبلا درس معرفی فولدر خوانده بودیم که محیط داخل فولدر در ویندوز 8 و 10 هم رابطه کوتاهش معرفی کردیم. امروز میخوایم برای تنظیمات فولدر. بر تنظیمات فولدر در ویندوز 8 بالای فولدر راست کلیک میکنیم، بعد اوپن چی میکنه فولدر رو باز میکنه. بالای اوپن چپ کلیک کنیم باز میشه. چی هم دوبار چپ کلیک کنیم چی راست کلک اوپن بگیم، در دو حالت فولدر ما باز میشه. اد دو ویندوز میدیا پلیر لیست چی هست؟ در صورت که اگر داخل فولدر ما موزیک باشه، از این طریق میتونیم که موزیک ها را یا ویدیو را داخل میدیا پلیر خود ویندوز اد بکنیم و زمان پلی میکنیم نیکس نیکس گفته ویدیو را باش میکنم پلی میکنم. یعنی خلاصه از طریق میتونیم چقدر ویدیوی که داخل فولدر است یا موزیک داخل فولدر است در پلیر چی میشه باز میشه. پلی مستقیم پلیش میکنه، اما عد صرف علاوهش میکنه بعدان که باز کردیم در اون زمان باز پلی میشه. خوی البته بخش مربوط چی میشه؟ میدی پلیر میشه. به شرط از این که داخل فولدر صرف موزیک یا ویدیو باشه. اگر داخلش عکس و فایل دیگه باشه از این گزینه استفاده کرده نمیتونه. و بخش شیر داریم. ما فعلا بخش شبکه نتورک که نمیخوانیم بیچونه میتونیم فایل ها رو با افراد دیگه شریک بسازیم یا نسازیم. یک گزینه دیگه هم در بالاتر داریم به نام include in library. از طریق میتونیم که فولدر ما رو به فولدر library اضافه بکنیم. library خودش شامل 4 فولدر از document, music, picture, video که مربوط خود ویندوز میشه. ما میتونیم یک فولدر جدید library بسازیم، یعنی فولدر 5 یا میتونیم یکی از این فولدرها رو داخلش ایره زمین ما بسازیم. یعنی آیا این میخوایم مثل یک فولدر مستقل شوه یا میخوایم که شامل یک از این فولدرها شوه. اگر میخوایم فولدر مستقل شوه نمیم create new library. اما اگر میخوایم که نمی فولدر ما که با نام یک است داخل یک از این فولدرهای موجوده خود سیستم ویندوز روان شوه، دوستات بالای مو کلیک میکنیم. مثلا بالای موزیک حال ببینیم در فولدر لایبرری و موزیک، اینجا یعنی بخش لایبرری است، نه 4 فولدر داره، داکومنت موزیک و پیکچر و ویدیو. ببینیم بخش این فولدر که با نام یک است و هم اضافه شده و میبینیم که دو تا عکس و یک فایل وردپاد داخلش وجود داره. اد تو آرچیو از طریق میتونیم فولدر ما رو به فولدر ویندر روان کنیم. روز قبل ما خوانده بودیم، اگر یادتان باشه در روزهای قبلی ما گفتیم از دو طریق میتونیم به فایل های ما رمز بدیم به فایل های فولدر ما. یکی کپی میکنیم، بعد داخل اینجا چی میگفتیم؟ کنترل وی. ما فعلا ست پسورد نمیگم، کنسل میگم. یک طریقه دیگه چی داشتیم؟ کش میکنیم، درگش میکنیم، بازم چی میگفتیم؟ ست پسورد. بعد تو طریقه میدرسیم رمز بدیم. اگر فولدر رمز بدیم چی رمز بگیره؟ فایل داخل فولدر. اما یک طریقه دیگه هم داریم، ما میتونیم که مستقیم بگیم که اینمی فولدر ما حد شد داخل ویندر. یعنی چی؟ یعنی یک فولدر جدید ویندر ایجاد میشه به همین نام و این فولدر میره داخل ازش میشه کپی میشه. پس چی میگیم؟ راست کلک اد تو آرچیو. ببینیم اینجا میتونیم از نام فولدر رو تغییر بدیم و از صورت اوتومات به نام خود این فولدر ایجاد میشه. ما میتونیم تغییرات هم بیاریم در نامش. خب من نامش تغییرات نمیاریم، میگم ست پسورد مثلا 11 11. اوکی اوکی. با این همین نام یک بین یک فولدر دیگه ایجاد شد. داخلش اگه باز میکنیم اونم فولدر وجود داره. اگر فایل هایش باز بکنیم هر کدامش اگه باز کنیم اونم رمز میخواه. 11 را اگر تایپ کنیم فایل ها را مشاهده کرده میتونیم. گزینه بعدی چی است؟ اد تورر است. اد تورر چی دفعات داره؟ این را یک بار دلیت میکنم، از دلیت را از کیبورد فشار میدیم، انتر یس میگیم. خب از طریق اد تورر میتونیم ما این را با فولدر ویندر را بکنیم، اما بدون رمز. قبلا ما این کار را میکردیم اد تورر چی؟ از اینجا باز چی میدادیم؟ رمز میدادیم، نیست پسورد میگفتیم. اگه همون تو اوکی میکردیم خب بی رمز میره، اما اگه ست پسورد میگفتیم با رمز. یعنی اختیارات شده داشتیم، میدونستیم میگفتیم چی شود؟ با رمز داخل از کپی شود. اما از این طریق اگر ما روان کنیم هیچ گاه رمز داده نمیتونیم. وقتی که اتورا رو گفتیم مستقیم چی میشه؟ یک کپیش به این فولدر میره و زمان گور ما باز میکنیم تنها فشرده میشه، اما رمز نداره، چون یکی از خصوصیاتش فشرده ساختار بود. اگر ما اینجا ببینیم وزنش چقدر است؟ 1.75 جیبی. اینجا چی خواست؟ 700. اینجا اونو جیبی فشرده شده، چون یه هر جیبی 1024 جیبی است، اما رمز نداره.
خب دوباره دلتش میکنیم این سر گزینه بعدیش. از تو کامپرس ان ایمیل چیکار میکنم؟ بر علاوه که با فولدر وینر روان میشه، فولدر رمز داده میتونم، رمز هم داده میتونیم، اما دیگه چیکار کردن میتونیم؟ ایمیل هم داده میتونیم. یعنی اگر اینترنت داشته باشیم ما میتونیم که همزمانی رو به کسی روان هم کنیم از این طریق. این فولدر با فایلش تا زمانی که نمی رمز نفهمم کس از او استفاده کرده نمیدونم کس که روان شده. اما اینجا برای ما فعلا چی میگه؟ ایمیل، این ایمیل نشته شد فعلا در اینجا از کنترل بغل ست نشده کس کدام ایمیل آدرس روان شده و دوم اینترنت هم نه با او خاطر فعلا از این گزینه استفاده کرده نمیتونیم. اما ما گفتیم با دو طریق از ایمیل روان کرده میتونیم، یکی با رمز و یکی هم بی رمز. کامپرس رانن ایمیل چی هست؟ باز ای بدون رمز. اما باز هم اون مشکله هم که اینترنت نداریم و ایمیل آدرسی که ما میخواییم از ایمیل ما به او روان شد ایمیل آدرس خود ما رو متعرضه کرد و دارم مشخص نکردیم. بعد داریم سنتو. از طریق بلوتوت میتونیم میره به کمپیوتر دیگه روان کنیم، به موبایل روان بکنیم. یعنی از طریق بلوتوت به شرط کمپیوتر ما بلوتوت داشته باشه که کمپیوتر داره، میتونیم با هر کمپیوتر دیگه با موبایل دیگه این فایل روان بکنیم. در قسمت سنتو بلوتوت ما هیچگاه یک فولدر روان کرده میتونیم. برای از این کار زمانی که میخوایم از بلوتوت چیز روان کنیم باید فایل راست کلیک میکنیم سنتو. ببینید در ویندوز ده من میرم واضح تر نشان بدم، من بالای فولدر میرم راست کلک سنتو میگم، میگه نمیشه روان، باید چی رو انتخاب کنم؟ فایل. پس داخل فولدر رو باز میکنم، چی یک فایل باشه چی چندین فایل باشه میتونم انتخابش بکنم، ولی یکشان راست کلک کرده و سنتو چی؟ بلوتوت دیوایس. بعد ببینید که اینجا لیست بلوتوت ها برام میاد. شرط اولی است که همون بلوتوت باید چی باشه؟ فعال باشه. یعنی با موبایل که روان میکنیم یا برچه که روان میکنیم یا حتی با کمپیوتر دیگه باید بلوتوتش چی باشه؟ فعال باشه. بعد اون رو انتخاب میکنیم، نام بلوتوتش معلوم میشه چی میباشه، بعد نکس میگیم و بالاخره به شخص میشه روان میشه. مثلا من اینجا بلوتوت خود انتخاب میکنم، وین دیجا میگیم پذیرش از طریق موبایل. ما میبینیم که چی شد، هر دویش در حال روان شدن است، یکیش عکس به زود روان شد، این دیگه که ویدیو هست بسیار بایستگی روان میشه که حداقل چون ویدیو هست سنگین است حداقل نظر به یکیش خواهد هم داره 139 MB، یعنی مدت یک دقیقه در بر میگیره. من فعلا اینو کنسل میکنم، صرف یک مثال زمان تکمیل شد باز فنش میگه، ولی فنش کلک میکنیم فایل ما کاملا با موبایل ما یا به هر کمپیوتری که باشه استفاده میشه. و مورد بعدی سمت چی است؟ کمپیوتری فولدر. از طریق از این میتونیم فولدر ما رو باید کمپیوتری فولدر آن دور میره اگر دلیت میکنیم. خب بدون رمز روان میشه، شاید بگوی نه این گپ است، چی از طریق اتورر کار بگیریم چی از این گزینه. این یک مشکل دیگه دارم، اگر یکی از نام فایل ما رو فارسی بسازیم از این طریق مشکل ندارم، اتو رر یا اتو ارچیب چی میشه؟ روان میشه. میبینیم اینجا داخلش هست چی بیرم چی بارم زو مربوط خود ما میشه که از دامش استفاده میکنیم. اما از طریق کمپرس برلاره که بیرم میشه فایل فارسی رو قبول نمیکنم کمپرسی. بالا از این کلک کنیم ایرور میدم، چرا؟ چون نام یک فایل ما فارسی هست نمیشه، باید انگلیسی باشه. تمام فایل های داخل فولدر باید انگلیسی باشه. اگر ما بریم گروه انگلیسی بسازیم حالا هیچ مشکله نداره این مثلش. و بعد از چی هست؟ سن تو دسکتاپ کریت شارکت. اگر یاد باشه قبلا ما طریقه شارکت گرفتن یاد گرفته بودیم چی بود؟ تاریخ شرکت ساختن به هر جایی میرفتیم میرفتیم خود فایل نبه، خود آیکون ما نبه، شرکتش بیه چی کار میگریم؟ بالای همون فایل آیکون ما راست کلک کپی میگفتیم، بعد میامدیم در اینجا میگفتیم راست کلک پیست شرکت. شرکتش میانه سبکتر از اصل فایل بود، ارتباط به او داشت و اگر از بین میرم
نقصه نداشت، اما که اصلی از بین میره قابل استفاده نبود. اما یک طریقه دیگه که مال استفاده میکنه یک تفاوت داره با این طریقه. هر دوی شرکت گرفتن است. طریقه سنتو چی تفاوت داره؟ از طریق پیش شرکت ما در هر جای شرکت برده میتونیم. میتونم من برم در صفحه داکومنت. اینجا بگویم راست کلو پیش شرکت. یعنی هر موقع خواسته باشیم در اونجا ما شرکت برده میتونیم. چیزی را کپی کردیم در هر موقع شرکت چه پیش کردن میتونیم. هر جایی که را باز کردم من اونجا پیش شرکت بگیم من اونجا میرم. چی فایل باش چی فولدر. اما اگر ما یک فایل هست یا فولدر زمانی که راست کلک سنتو دسکتاپ کریت شرکت بگیم شرکتش در دسکتاپ ساخته میشه. مثلا این نظیر را من راست کلک سنتو دسکتاپ کریت شرکت میگم. ببینیم هم دو فایل در دسکتاپ آمده شرکتش یا نه. یکی فولدر بود یکی هم اینی فایل بود. پس از طریق ضرورت به کپی نیست. از طریق سنتو از طریق دیگه ما اول کپی میکنیم بعد پیش شرکت. اما از این طریق چی هست؟ دو تا فوت داره. یک نیاز به کپی نداریم. دو شرکت چی باز به هر جای برده نمیتونیم. صرف و صرف شرکت به کجا میره؟ به صفحه دسکتاپ. گزینه بعدی چی هست؟ داکومنت. از طریق از این میتونیم کپی این فولدر یا فایل که بالاش راست کلک کردیم یا ایتون که بالاش راست کلک کردیم یک کپیش به داکومنت روان کنیم. ما بالا زمین داکومنت کلک میکنم میریم میبینیم که آیا داکومنت کپیش رفته یا نه. اصلیش نمیره کپیش میره. نه اونجا میباشه اینجا میره. چی اونجا راست کلک کپی بگیم که پیست بگیم چی از اونجا مستقیم سمت داکومنت بگیم. یعنی یک کپیش به داکومنت روان میشه. فولدر داکومنت. فولدر داکومنت کدام فولدر است؟ فولدر مربوط به خود ویندوز است. یعنی هر بار کمپیوتر ویندوز میگیریم فولدر به نام داکومنت خودش ایجاد میشه. و این فولدر در صورت که کمپیوتر یک یوزر داشته باشیم یک تاست. اگر ده تا یوزر داشته باشیم ده تا داکومنت داریم. یعنی چی؟ یعنی هر یوزر فولدر داکومنتش چی میباشه؟ جدا میباشه. درست؟ یکی دسکتاپ یکی داکومنت اینا. اینا جمله چی هستن؟ موقعیتی هستن که مربوط به تنها یوزر میشه. یعنی از یک یوزر دسکتاپ و داکومنتش با یوزر دیگه سر نمیخوره. از جمله فولدرهای خود ویندوز است. فولدری نیست که ما ساخته باشیم. و فاکس میتونه از طریق فاکسش بکنیم. فاکس یک دیسک هست مثل پرینتر اما یک با یک دفعه پرینتر از طریق کیبل وصل میشه به کامپیوتر. اما فاکس از طریق اینترنت وصل میشه به کامپیوتر. تفاوتش در مدل است. خوبی فاکس نسبت به پرینتر چی است؟ پرینتر باید در همین جا قرار داشته باشد. چون مثلا من میتونم که اون دو اتاق دیگه که 20 متر 30 متر دور است پرینتر من اونجا باشه من اونجا پرینت کنم. به چه دلیل؟ به خاطر که قدر کیبل 20 متر و 30 متر ما پیدا کردم میتونم که اونجا وصل کنم تا پرینتر اونجا به اکثرش هم دیجیتال کامپیوتر وصل بشه اون چیزی پرینت بگیره. حتما باید تن پرینتر من پولی کامپیوتر من مونده باشه. اما فاکس چی است؟ فاکس از در کابل من اینجا استم کامپیوتر من از اینجا میتونم در اونجا چاپ کنم. چرا؟ چون فایل در اسنادی که میخوایم چاپ کنیم از طریق کیبل روان نمیشه. از طریق چی؟ از طریق اینترنت روان میشه با اون. یعنی فاکس هم نوی از پرینتر است. خود فاکس هم نوی از پرینتر است. اما تفاوتش با چی است؟ که فاکس از طریق اینترنت وصل میشه به کامپیوتر. اما پرینتر از طریق کیبل USB. باز اینا چی است؟ مثلا یک کس است میگه فلانی چیز به ما روان بده کابل. چاپ شده نمیفهم. مثلا میگه وطن مثال راپور آذری فلانی روان به ما این الان اگر از طریق موتر هارد شاور کنم سر دونانی میشه میتونه که فاکس کنم. این چیزی که در کامپیوتر آماده کردی فاکس بینی هدف از یه فایل نه. مثلا فایل ورد است یک فایل است مثلا بطور مثلا یک CV است این نوت کامپیوتر است ما میتونم بالاش راست کلک کنم بگم چی شوایی فاکس شو. با زمانی که بالای فاکس کلک میکنیم میگم اینی فاکس شو. در اونجا باز از ما چی میخواه؟ با شرط اول که اینترنت باید باشه. اینترنت نباشه ما روان کرده نمیتونیم. با زمان کلک کنیم چی از طریق مودم باشه چی از طریق سرور اینترنت باشه. خب باز اینجا نام امو سرور نشته میشه و بالاخره نام فاکس نشته میشه که کدام فاکس. هر فاکس از خود این نام خود نمبر داره مثل شماره تلفن. اونا که نشته شد بعد از او خانه پوری شد نیکس نیکس بالاخره فنش از طریق اینترنت باشد که اینترنت فعال باشه و نمبر فاکس هم بخونه مثل شماره موبایل اونه. چرا؟ چون او اتونست با کیبل وصل باشه. او از طریق اینترنت میره. وقتی از طریق اینترنت میره باید از خود یک شماره مسلسل داشته باشه. مثلا با کدام فاکس میپیوند بگی؟ امکان داره که دمی افغانستان حالا چند تا فاکس فعال باشه؟ صد تا فاکس فعال باشه. می با کدامش بره؟ با این خاطر هر فاکس از خود چی داره؟
یک نمبر مسلسل داره که با یک دیگه سر نمیخوره. خب بعد از چی داریم؟ میتونیم ایمیل بکنیم. ما گفتیم که ایمیل داریم یک فکس داریم. ایمیل با چی هست؟ سافتش روان میشه. از فکس چی هست؟ هاردش روان میشه. ما میتونیم ایمیل بکنیم. بگیم اتچ شو. دو مشکل داریم اینجا داریم. یک انترنت داریم. دو از کدام ایمیل آدرس روان شو این مشخص نیست. ما دو گپ داریم. یکی به کدام؟ به کدام نه؟ از کدام؟ ما یک کسی را میگیم. مثلا مثلا یک سر برش روان میکنیم. میگم اینو ببینید. حتما از ما سوال میکنید کی روان کرده. پس ما از کامپیوترم یک چیز روان میکنیم از آدرس خود کامپیوتر نمیره. از آدرس یک ایمیل آدرس باید به او بره. به او خاطر در کامپیوتر ما از کنترل پنل پیرو بعدم در میل میخوانیم. حتما با باید یک ایمیل آدرس اینجا ست بکنیم در قسمت ایمیل و هم میتونیم به درایو سی یا به یگان درایو روان کنیم و با فلش هم از اینجا فایل روان کرده میدونیم. اگر میخوایم چیز رو با فلش روان کنیم ما از این طریق روان کرده میدونیم. چی ویندوز 10 باشه چی ویندوز 7 باشه زمانی که ما به کامپیوتر فلش وصل کردیم فعلا اگر ما برم رنج سم 2 فلش وجود نداره. با دی وی دی هم حتی رایت کرده میتونیم اما بعد از دی وی دی باز چیز دیگه که داریم فلش است که فعلا نیست. زمانی که ما به کامپیوتر فلش وصل کردم بعد زمانی که بالای مو فولدر یا فایل ما راست کلیک کنم بریم به سم 2 اینجا نام فلش میاد. زمانی که ما به سم 2 بریم اینجا نام فلش میاد. چرا؟ چون به کامپیوتر ما چی وصل است؟ فلش وصل است. پس اگر یک چیز را به داخل فلش روان میکنیم به این طریق روان میکنیم راست کلیک چی؟ سم 2 نام فلش هر چیزی که است کلیک میکنیم فلش نام باشه. تلفن هم همین طریق هست از طریق سنتو. زمان تلفن رو وصل کردیم از موبایل چی میگیم؟ داخل موبایل میگیم اجازه داده شود یا علاوه میگیم نه اجازه داده شود که به فایل شخصی اجازه داده شود. بعد زمانی که به سنتو میریم در اینجا موبایل ما عکسش نشان میده در زیر بالا زمان کلیک کنیم به موبایل ما فایل چی میشه؟ روان میشه با شرطی که از صفحه خود موبایل اول اجازه شه فعال بکنیم یک کپیش روان میشه. ما ویندوز هفت ما چون ویندوز مجازی است با خاطر بعضی از این کار نمیکنم مثل ویندوز اصلی با خاطر بعضی از ویندوز ده کار میکنم چون این ویندوز مجازی است که بالای ویندوز اصلی فعلا ما نصب کردیم به خاطر اینکه تفاوت ها دیده شود. اما در ویندوز هایتون که ویندوز هفت به صورت ویندوز اصلی نصب باشه تمام این گزینه ها قابل استفاده است. مثلا در اینجا من میل نیست اما در کمپیوتر شما که ویندوز هفت هست دو میل وجود داره در کمپیوتر بنده. خب به شکل فلاش به سادگی اینجا وصل کرده میدن همه مورد کات قطع میکنه این فولدر میتونه به جای دیگه بریم پیست کنیم. میره قبلا کار کرده بودیم کپی ایره کپی میکنیم به هر جای دیگه بریم پیست کنیم به اونجا میره اینجا میمونه. پیست ما دو پیست داریم یکی که در روی صفحه راست کلیک پیست میگیم یکی بالای فولدر راست کلیک پیست میگیم. چی تفاوت داره؟ مثلا من کسی رو کپی میکنم اینی گله کپی کردم اینی پنگوانده رو کپی کردم یا کات کردم هر چیزی که باشه. اگر من در روی صفحه راست کلیک پیست بگویم در روی صفحه میایم اما اگر من بالای فولدر راست کلیک پیست بگویم با داخل فولدر میایم. پس هر چیز کات کپی گفته باشیم اگر بالای یک فولدر راست کلیک پیست بگویم او فایل ما یا او آیکون ما با داخل فولدر میایم. کریت شارکت طریقه سوم شارکت ما یک طریقه خوانده بودیم کپی پیست شارکت بگفتیم طریقه دوم رو خواندیم از طریق سنتو دسکتاپ کریت شارکت. تفاوتش در چی بود؟ از طریق سنتو صرف شارکت در دسکتاپ میومد. طریقه سوم شارکت ما میتونیم با استفاده از کریت شارکت هم از یک چیز شارکت بگیریم اما این طریقه بود و چه تفاوت داره اگر دیگه خصوصیات شما خصوصیات است سبکتر از فایل اصلی است ارتباط داره و زمان قابل استفاده است که اصلی موجود باشه. از نگاه خصوصیات فرق نمیکنه صرف از نگاه ایجاد و کار کرد فرق میکنه. مثلا از طریق راست کلیک کریت شارکت که ما شارکت میگیریم در هر جایی که فایل ما یا فولدر ما شارکت هم در اونجا گرفته میشه تگین در اینجا اومد. اگر ما داخل فولدر برم راست کلیک کریت شارکت بگیم همینجا شارکت این فایل میگیره. یعنی در هر جایی که ام فایل فولدر ما راست کلیک کریت شارکت بگیم شارکتش هم در اونجا گرفته میشه. مثلا ما در موزیک میرم بالا یعنی جلی فیش راست کلیک میگیم چی؟ کریت شارکت همینجا شارکتش میاد. هر جایی که آیکون ما باشه شارکت هم در اون موقعیت ساخته میشه. و بعد دلیت داریم. دلیتش میکنم از بینش میبرم. میگم دلیت میگم مطمئن است یعنی اگه نو بگیم از نمیشه.
اما اگر مطمئن باشیم میگیم دلیت و بعد چه میگیم؟ یس. درست؟ و بعد میگیم با کسی صحبت داریم یه میبینیم که یس دلیت شد. اگر از اینجا هم دلیت بگیم بیخی از کمپیوتر میره، اما اگر ریستور بگیم پس بجای قبلیش میره، راست کله ریستور. ببینیم پس بجای قبلیش آمده؟ این پس اگر این با دلیت بگیم بخواهیم که بیخی از کمپیوتر برم، یعنی هیچ باقی نمانم، باز در اینجا هم راست کلک چی میگم؟ دلیت. باز اگر برو برگشت داده؟ نمیدونیم. اما یک چیز را حذف میکنیم، میگم داخل از این نرم، مستقیم از کمپیوتر حذف شد. اگر بخواهیم که داخل از این حذف شد، یک بار دلیت میگیم، باز داخل کسر بدانی میریم، باز دلیت میگیم، دو بار میشه. ما میگیم نه همینه یک بار دلیت شد از کمپیوتر، هیچ داخل کسر بدانی نرم. پس به خود دو صورت مارس رک میخوایم مستقیم دلیت شوه، مثلا این نوت کمپیوتر بلاش راست کلک میکنیم، شفت در کیبورد میگیریم و بعد دلیت افشار میدیم. اینو ببین عکس که اصلا بدنیم اینجا نمیه، زمانی که میگیم یس دیگه به نام نوت کمپیوتر دیگه کسی بدن چیز وجود نداره، مستقیم از کمپیوتر است و دلیت میتونه از دلیت کیبورد هم انجام بدیم. فایل ما رو نظر ما انتخاب کنیم چی یک فایل باشه چی چند فایل باشه، بعد دلیت از کیبورد فشار میدیم، اینجا برای ما میگه Are you sure you want to move these four items to recycle. چهار چیز میخواییم دلیت کنیم، اگر یز بگیم دلیت میشه، اگر انتر هم کنیم میشه و بعد به کسافت دانی میریم یعنی که اینجا هم میده. اما اگر یک چیز رو میخواییم که مستقیم هست شاید داخل کسافت دانی نره بدون از این راست کلک کنیم، باز هم میخواییم از شارکت پیش بریم، اول شفت ده کیبورد محکم میگیریم بعد دکمه دلیت میزنیم ده کیبورد. حالا که انتر کنیم هیچ داخل کسافت دانی نمیده، مستقیم از کمتر هست میشه. بعد چی داریم؟ رینیم. رینیم چی کار میکنن؟ از طریق از این میتونیم فایل ما یا فولدر ما یا خلاصه آیکون ما رو نامشه تغییر بده. نام قبلی تارت بکسپیس پاک میگنیم، نام جدید تایپ میگنیم. این از طریق شارکت هم میتونیم. مثلا ما میخواییم نام این دیر تغییر بدم. شارکتش از کیبورد چی است؟ اول فایل فولدر ما رو انتخاب میکنیم و آیکون ما رو، بعد دکمه F2 رو کیبورد فشار میدیم. دکمه F2 رو که در کیبورد فشار دادیم، حالا سعی کنیم نام قبلی رو میتونیم پاک کنیم، نام جدید تایپ کنیم. ارمان گاز به شکل میتونم نام شد تر و پروپارتیز از یه میتونم مشخصات فولدر رو ببینیم، نام فولدر ما چی است، نویتش چی است، در کجا موقع داره، مربوط کدام یوزر میشه، در دستاب است، مربوط این یوزر است، وزنش خاص سایز 1.48 میم بی که تقریبا اونم بخار باز نداره، حافظه اشغال کرده، چند فایل داخلش است، داخل این فولدر که بالاش راست کلک کردیم دو فایل و صفر فولدر وجود داره، یعنی داخلش دو فایل است. ببین کدام بود؟ همین بود. داخلش دو فایل است. اگر ما این فولدر دیگر را براش راست کلک پروپارتیز بگیم هیچ میگه داخلش دو فولدر و دو فایل یک فولدر است. ببینیم اینه دو فایل و یک فولدر. و چی وقت ساخته شده؟ تاریخ ساختش 19 دسامبر 2022، 2:50 روز دوشنبه، روزی که است. و بعد اینجا رید اونلی و هایدن داریم. رید اونلی و هایدن چی کار میکنه؟ رید اونلی یعنی صرف خوانده شد. از طریق رید اونلی ما میتونیم که فایل که داخل فولدر است میگن دیگه دو کس تغییر آورده نتونه، مثلا این آل فایلز، این سی فایل، این 4-5 فایل داخلش است، چند فایل است؟ این 5 فایل. میگم در این 5 فایل کس تغییر آورده نتونه، بیان فعلا ببینیم این یک فایل دیگر من دادم که 6 نشه. فعلا کس تغییر آورده میتونه یا نمیدونه؟ فعلا میتونه. ببینیم مثلا نود چه قسم تغییر میرم، اینجا این قدرش پاپ میکنم به عوضش اینستال میکنم مثلا افغانستان نظیرش هم مثلا کابل ایرات بلخ فوندش هم کلانتر شد. بعد چی میکنیم؟ فایل سیو. تغییرات آمد. ببینیم یک بار هر کدامش رو بخواییم تغییر میفروس، حتی میتونم یک تصویر راست کلک ادیت یک تغییری بریم داخلش، یعنی یک چیزی اضافه میکنم فایل سیو.
اعمال من میخوایم که چقدر فایل که داخلی فولدر است دوگست تغییر آوردن هم داره. مثلا به خاطر یک کلمه که مرکز از فایل های مهم داخل فولدر داریم میگیم ماسف از او میخوانیم نه میخوایم تغییر بریم روزی که میخوایم تغییر بریم فصل و گزینه رو میبرداریم بود میشه میگیم اشتباه هم کسی در فایل های ما تغییر نداره خراب نکنه فایل ما داخل متنش چیزی اضافه نشه کم نشه کدام تصویرش خراب نشه پس بالای فولدر راست کلیک پروپرتیز و بعد چیز تیک مارک میگیریم رید اونلی ده رید اونلی یعنی صرف خوانده شود اوکی اوکی دو تغییرات آورده نشه ده این آلو میبینیم یعنی میره باز میکنم ای بار ای را پاک کرده اگر نیست نام داشته میکنم درست؟ میگم فایل و سیب سعی کنیم این صفحه آمد میگم سیب شود یس میگم نیو نوت یعنی می نام فایل هم باز دیگر This file is set to read only. Try with it differently. یعنی میتونم نامش تغییر بده جدا ذخیره کنیم. اما در خود این فایل تغییر آوردن نمیتونه. اجازه نمیتونه. میگه بالا از این فایل نمیتونه. چرا؟ چون read only شده. یعنی قابل دیدن است اما قابل تغییر نیست. هر کار کوشش کنیم بالا خود از اجازه نمیتونم. اگر نامش تغییر بدیم جدا ذخیره میشه. اما سر خود از این تغییر آوردن نمیتونیم نیونوت. اگر جدا هم ذخیره بکنیم به دیگه نام او ایلاده از ایجاد میشه اینجا آمد اما این ببینیم تغییر آمد به هیچ وجه اجازه نمیده تانا این فایل نه هر فایلی دیگه که داریم مثلا این فایل هر فایلی که داخل این فولدر است چون ما رید اونلی کردیم به او تغییر آورده نمیدانیم این کدام است؟ این عکس بوده این این ما چی میگنیم؟ تغییرات آورده میگیم سیف شود سیف یست نمیشه بازم هم گپ است میگه رید اونلی شده اما چیز گزینه یک من دیک مارک اونا رو برام گفته رئیس میگه اونا گزینه دیک مارک است یعنی قابل خواندن است قابل تغییر نیست اما اگر باز ما بونم گزینه رو بردارم از دیک اوکی کنم بسیار بسیار اگه داخل از من تغییر بوده میتونه مال سکن تغییر نمیه اگر ما بونم دوباره بالای آل فایل راست کلیک پروپرتیز بدونید از انتخاب بکشم اوکی اوکی مال سکن بسیار بسیار اگه میتونم داخل هر کدامش تغییرات بده حالا چی میگیم؟ فایل سیو این رو بسته میکنیم حالا بین اون تغییر و بالاخره پروپرتیز هایدن داریم مکمل فولدر ما رو با تمام فایل هایش میکنه هاید میکنه این دیگه سعی کنیم برام آل فایل چیز وجود نداره پس بخواییم بیاریم میریم به ستارت کنترل پنل و اینجا بریم به فولدر آپشن و از تب کندرول ویو و در ویو آمده از قسمت هایدن فایلز اند فولدرز شو هایدن فایلز اند فولدر انتخاب میکنیم اوکی میکنیم میبینیم که اینه پس آمدی فولدر اما اگر باید دون چه انتخاب میکنیم پس دون میشه پس میریم بالاش راست کلیک میکنیم پروپرتیز با هایدن از تیک مارک میکشیم و چی میگیم؟ اوکی او را به شرط نشان نمیده که در کندرول پنل در فولدر آپشن دون چه انتخاب باشه شو انتخاب نباشه دیگه در صورت که یک گزینه دون شو انتخاب باشه دیگه چیزایی که هاید کردیم برای نشان نمیده اگر شو انتخاب باشه اگر هاید هم کرده باشه نشان میده و در ویندوز دم این گپ هاست ما رو خواندیم میتونیم به اوپن بازش بکنیم پین تو کویک اکسس باش کویک اکسس اینجا اضافهش بکنیم این یک قسمت به نام کویک اکسس داریم می اینه کویک اکسس به اینی لیست اضافه شد چرا فولدر هایی که وجود داره یک فولدر دیگه هم اضافه شد حالا از هر جایی بریم به فولدر دسترسی پیدا کرده میتونی سعی که اینجا به نام چی اضافه شد دسکتاپ دو میتونیم به همون گپ های قبلی است به صورت داخلش موزیک یا ویدیو باشن و پلیر بازش بکنیم و میتونیم تاست سکن وید ویندوز دیفندر یعنی بر لوی انتی ویروس تاست خود انتی ویروس ویندوز 10 هم میتونیم سکنش بکنیم البته مثل انتی ویروس هایی که ما نصب میکنیم قوی نیست اما خوبی داره که اکثریت ویروس ها رو هم گرفته میدونه یعنی خود ویندوز 10 مثل ویندوز 7 نیست این از خود انتی ویروس هم داره و تفاوته که در ویندوز 10 با 7 وجود داره فقط چیزایی که اضافه شده در ترتیبات فولدر یا آیکون فقط در راست کلک موردی که وجود داره که پین تو استارت است یعنی میتونیم ما یک فولدر یا یک فایل مال یک آیکون رو به
استارت اضافه بکنیم یا همون استارت مینوی ما که میگیم که در ویندوز تنها به نام استارت یاد میشه. مثلا ما یک فولدر دارم به نام مثلا این بروشر است، سیرچ میکنم پین تو استارت میگم، بعد در اینجا استارت کلک کنیم، اینجا پوینتر بین اینجا سکر کنیم، در این چی وجود داره بروشر. هم فولدر را باز کنیم، فایل هایی که داخلش وجود داره ما میتونیم برای مشاهده بکنیم و از یک قسمت ها میتونیم مستقیم را باز بکنیم و همچنان میتونیم یک برنامه را حتی مثلا عدو بک رو به تریدر راست کلک بگویم پین تو استارت، در یک قسمت استارت چی میشه؟ اضافه میشه. چیز خاص وجود نداره دیگه، هم فکس است دیگه، ما رو کارش در ویندوز 7 وجود داشت. We'll be right back.